درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشور ما. در شرایطی که مقامات رژیم جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده‌ای را به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب ننگین 57 انجام می‌دهند، اعتصابات و تجمعات اعتراضی اصناف مختلف در کشور افزایش یافته است. کارشناسان با بیان اینکه انتظار می‌رفت که پس از شور انقلابی زن زندگی آزادی، در حالی که هنوز این انقلاب ادامه دارد، افزایش نارضایتی های اقتصادی می تواند ضربه آخر را بر پیکر جمهوری اسلامی بزند. اکنون گویا در آستانه سالگرد شورش 1357 این اتفاق در حال رخ دادن است. حقوق ناچیز، پرداخت نشدن دستمزدها به مدت طولانی و عدم انجام تعهدات از سوی کارفرمایان دولتی از جمله دلایل برگزاری این تجمعات است. تنها امروز کارگران چندین کارخانه بزرگ و مهم در ایران دست به اعتصاب و برگزاری تجمع زدند. کشت و صنعت پارس، یزد تایر، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، نیرو محرکه، ایران تایر، سندیکای مرغداران ایران، دانشجویان دانشگاه‌های تهران و بسیاری از دانش آموزان در شهر قم از جمله کسانی بودند که امروز در اعتراضات سراسری شرکت داشتند. همچنین کشاورزان معترض در اصفهان با شعارهای رئیسی بی ارزه، برگرد برو به حوزه، مرگ بر این دولت مردم فریب، این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی و مرگ بر دیکتاتور در جای جای شهر اصفهان به ویژه در حاشیه زاینده رود به اعتراض پرداختند. زمان جمع کثیری از خانواده‌های دانش آموزان در شهر قم در اعتراض به مسمومیت‌های زنجیره‌ای و مشکوک دانش آموزان در مقابل ساختمان استانداری این شهر دست به تجمع زدند. تجمعاتی که به دلیل شعارهای تندی که علیه رأس حاکمیت فریاد زده می‌شد با حضور نیروهای یگان ویژه و ضد شورش خاتمه یافت. در همین حال کریستوفر هیکسن، مدیر کنفرانس امنیتی مونیخ، به برنامه پادکستی گلوبال اینسایدر که از پایگاه خبری تحلیلی پالیتیکو پخش می شود گفته که در کنفرانس امنیتی امسال مقامات و نمایندگان رژیم های روسیه، ایران و کره شمالی حذف می شوند. وی تأکید کرده اگرچه مدیران پیشین این کنفرانس بر دعوت مقامات رژیم جمهوری اسلامی به این کنفرانس که بزرگترین رویداد امنیتی جهان است تأکید داشتند، اما به دلیل نقض قوانین بین المللی و حملات وحشیانه سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی به مردم این کشور هیچ دعوتنامه‌ای برای مقامات این رژیم ارسال نشده است. از سوی دیگر تصمیم گیرندگان این کنفرانس شاهزاده رضا پهلوی را به این کنفرانس دعوت کردند، اقدامی که به نوعی از دید کارشناسان بین المللی اولین حذف مقامات رژیم جمهوری اسلامی و به رسمیت شناختن اپوزیسیون ایران در مجامع بین المللی محسوب می شود. در حالی اعتراضات روز به روز در داخل ایران دامنه های جدیدی می یابد و به اعتراضات معیشتی، کارگری، صنفی، اجتماعی پیوند می خورد، و در حالی که در خارج از ایران دیگر رژیم جمهوری اسلامی مشروعیتی ندارد، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا NPR در محل ساختمان وزارت خارجه در تهران گفته است که هیچ دانشجویی در جریان ناآرامی‌ها به قول او در دانشگاه یا محوطه دانشگاه بازداشت نشده است. او بی‌شرمانه اعتراضات را بار دیگر شورش خوانده و آن را نتیجه هیجان زده شدن صدها نفر دانسته است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که تنها در روز درگیری در دانشگاه شریف ده‌ها دانشجو مقابل چشمان همکلاسی‌هایشان توسط نیروهای امنیتی با خشونت و مشت و لگد روبوده شدند و تا مدت‌ها خبری از محل نگهداری آنها نبود. دانشجویان دیگر بازداشت شده نیز به محض اولین اقدام اعتراضی همان روز را یا یک روز بعد از آن هنگام خروج از دانشگاه یا در راه رفتن به خانه و برخی نیز در منازلشان دستگیری شدند. در همین حال در اقدام دیگر علیه رژیم جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه اسرائیل گفته است که با رومانی و بلغارستان علیه جمهوری اسلامی جبهه مشترک تشکیل داده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم با تشکیل این جبهه مشترک علیه رژیم جمهوری اسلامی موافقت کردند.
روزنامه چاپ اسرائیل اعلام کرده است که وزیر خارجه این کشور در مذاکرات تلفنی با همتایان خود در کشورهای رومانی و بلغارستان از آنها خواسته است تا از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا حمایت کنند. این روزنامه گفته است که اسرائیل برنامه دارد که پس از اینکه تروریستی بودن سپاه پاسداران کاملا در اروپا به رسمیت شناخته شد، آن زمان دامنه حملات خود به مواضع سپاه و برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی را افزایش دهد. این اقدامات وزارت خارجه اسرائیل بخشی از برنامه کاری دولت جدید اسرائیل برای فشار به اتحادیه اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران و تقویت ائتلاف ضد جمهوری اسلامی است. هفته‌های گذشته هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اولین سفر خارجی خود پس از بازگشت به قدرت به دیدار رئیس جمهور فرانسه رفت تا درباره تهدیدات رژیم کودک‌کش جمهوری اسلامی با او گفتگو کند. پس از آغاز انقلاب زن، زندگی آزادی در ایران و همکاری جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ اوکراین، فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی افزایش یافته است و رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ گفته است که در میان سران اروپا این نظر وجود دارد که هر امتیاز غربی ها به جمهوری اسلامی یک سیلی به مردم آزادی خواه ایران است و باید شدیداً در مقابل آن مستحکم باشیم. دعوت از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم در بزرگترین گرد همایی امنیتی جهان نشان می‌دهد که تا چه اندازه شرایط برای رژیم فاسد جمهوری اسلامی در سطح بین المللی دگرگون شده است و تا چه اندازه خواست مردم ایران در جهان به رسمیت شناخته شده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی، سال 1397 در این کنفرانس گفته بود که ایالات متحده ای آمریکا به دنبال تغییر رژیم جمهوری اسلامی است و با همین هدف از برجام خارج شد. وی در همین کنفرانس بود که ادعا کرد پروفسور حقوق بشر است. حالا اروپایی ها بدون توجه به سران رژیم جمهوری اسلامی از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان وکیل مردم در اپوزیسیون دعوت به حضور در این کنفرانس کردند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.